سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. به تفسیر خبر خوش آمدید هر کجا که هستید. در عرصه اقتصادی ایران با مشکلات تازه‌ای روبرو شده است، مشکلاتی که از آغاز جمهوری اسلامی در زندگی مردم ایران پدید آمد و همچنان ادامه دارد. کشور نفتخیز ایران و رهبر عمده سازمان نفتی اوپک امروز دست تکدی به سوی صندوق بین المللی پول دراز کرده است. نفت ایران ارزش خود رو روز به روز بیش از گذشته از دست داده است. کاهش قیمت نفت برای مردم ایران چه پیامدهایی دارد؟ اوپک کجاست؟ و چرا ایران از نظر نفتی اهمیت چندانی ندارد و ایران از نظر اقتصادی وابسته به دیگر کشورهای عضو اوپک است و دو تلمبه بیشتر میتواند ایران رو از بازار نفتی حذف کند؟ در روزهای اخیر کاهش قیمت نفت پیامدهای بسیار برای جهان به ویژه کشورهای نفتخیز داشته است. برای خریداران پیامدهای مثبت، فروشندگان طبعا پیامدهای نه چندان مثبت و بسیار در مواردی منفی. ایران با جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور نفتخیز به کجا می رود؟ پرسشی است و پرسش های دیگر در همین زمینه در میان خواهیم گذاشت با آقای سهراب سبحانی، کارشناس نفت و امور بین الملل در واشنگتن و اونسوتر در نیویورک. آقای علی رشیدی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران که در سفری به آمریکا در شهر پرخطر نیویورک در این روزها به سر می‌برد. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید آقای سبحانی در واشنگتن. آقای چالنگی، به شما و بیننده های گرامیتون در اقصا نقاط دنیا، من جمله در ایران. و آقای علی رشیدی که پیشتر نیز میهمان ما بودن در تفسیر خبر در نیویورک، از طریق تلفن با ما خواهند بود. خوش آمدید آقای رشیدی در شهر پرخطر نیویورک. مطمئن هستم شما مواظبت های لازم رو به عمل میارید. خیلی ممنون. اینجا الزاماً همه باید مواظب باشن در این شرایطی که دنیا در واقع در حال لرزش هست. از لطف شما خیلی ممنون. امیدواریم که این دوره پرخطر رو همه انسان ها پشت سر بگذارند و دوره نرمالی در پیش باشه. امیدواریم چنین بشه. و ما آقای سبحانی، من امروز دیدم در روزنامه واشنگتن تایمز مطلب شما رو درباره نفت. شما به عنوان یک کارشناس که رصد میکنید بازار نفتی جهان رو، به ما چه منظری رو به بینندگان ما ارائه میدین با پایین اومدن سریع قیمت نفت در آمریکا و معمولا در بازار نفتی جهان چه وضعیه؟ مرسی آقای چالنگی از سوالتون. تا قبل از مسئله کرونا دنیا 100 میلیون بشکه در روز نفت استفاده میکرد. امروز اون 100 میلیون افتاده به 70 میلیون، یعنی 30 میلیون بشکه در روز کاهش شده، کم شده از مصرف. و خب این ضربه بزرگی است به قیمت نفت. نه تنها تاثیر بسزایی داشته در آمریکا، بلکه برای کشورهایی که صادرکننده نفت هستن مثل روسیه، مثل عربستان. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این هست که ذخایر زیادی در حال حاضر روی آبهای دنیا قرار داره. تا
31 مارس یعنی ماه قبل حدود 109 میلیون بشکه در ذخیره بود. امروز اون رقم آقای چالنگی رسیده به 141 میلیون بشکه، یعنی نفت زیاد در دنیا متقاضی کم. یعنی به همین دلیله که گفتن در تگزاس اومدن حتی به مشتری‌ها یه پولی دستی هم دادن که نفتو ببرن، چون این بوده؟ کاملا و به همین دلیل هم هست که دیشب رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که کمک‌های دولت آمریکا برای حمایت از تولید کنندگان آمریکا که در ایالت تگزاس، اوکلاهوما و داکوتای شمالی هستند خیلی سریع انجام خواهد شد، چون در مضیقه هستند. و یعنی آمریکا داره آرام آرام شاید با سرعت بیشتری از یک کشور وارد کننده نفت به یک کشور عمده صادر کننده نفت تبدیل میشه. آقای صبحانی، آقای چالنگی، در سال 2005 آمریکا وارد کننده نفت بود، یعنی تمام مایحتاج نفتش رو از خارج میگرفت، اما امروز آمریکا صادر کننده نفته و این انقلاب باید اسمش رو گذاشت. یکی از دلایلش البته این هست که در آمریکا دولت اختیاری نداره روی صنعت نفت. این خیلی برای شاید بینندگان شما جالب باشه. بخش خصوصی است که تولید میکنه، فروش میکنه و کنترل دست بخش خصوصی است. و به همین دلیل هم هست که شفافه و به همین دلیل هم هست که این تولید رو بالا بردن و امروز آمریکا یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت دنیاست. بله، و پیش بینی هم میشه که به مرور یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت هم باشه، نیست؟ بله. آقای چالنگی، نه تنها نفت بلکه گاز. الان آمریکا همونطور باز هم به دلیل اینکه بخش خصوصی است که کنترل میکنه منابع طبیعی رو با اجازه البته از دولت و صادر میکنن، امروز آمریکا یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز دنیا هم هست. به اتفاق شما آقای صبحانی به نیویورک میریم و این پرسش که آقای رشیدی عزیز، ایران الان از نظر نفتی در کجای این منظر و منظره قرار داره، کجای این دنیای نفتی قرار داره که آمریکای وارد کننده به صادر کننده و کم کم صادر کننده عمده داره تبدیل میشه؟ ایران چه موقعیتی داره از نظر شما؟ با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز، بنده بدون باید یه نکته رو تذکر بدم، اینی که فرمودید ایران دست تکدی به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز میکنه یا کرده، این صحیح نیست، زیرا ایران به عنوان یک عضو مؤسس صندوق بین‌المللی پول و دارای سهمیه و سهم در مدیریت صندوق حق داره که از صندوق در شرایطی که لازم باشه وام بگیره. بنابراین این همه اعضای صندوق در واقع حق وامگیری دارن و ایران میتونه بیش از مثلا 5 میلیارد دلار هم حتی از صندوق وام بگیره. منتهای مراتب اشکال ایران داستان تضادی است که با آمریکا داره و آمریکا با بودن در واقع هیئت مدیره صندوق و سهیم بودن در تصمیم گیری های اون همیشه در رابطه با صندوق و بانک جهانی مسئله خواهد داشت. بله، البته اجازه بفرمایید. بله، اجازه بفرمایید. ببینید، بله. مسئله اینه که در یه صندوق بین المللی پول خیلی های دیگه هم عضو هستن، مثل خود آمریکا هم که اشاره کردید. بله. خب شرایط، اجازه بفرمایید، شرایطی که به اصطلاح میرسونه یه کشوری رو که به تقاضای وام بکنه، اونم در سطح 5 میلیون دلار، به هر حال اون شرایط نزدیک به یک شرایط عمل تکدی است، در حالی که خود ایران یک کشور ثروتمند است
و رهبر این حکومت من درآورده، ایران هم بالای 100 میلیارد دلار زیر نگین داره. این ایرانی که قبلا وام دهنده بود به کشورهای دیگر الان وام گیرنده شده. و معمولا اجازه بفرمایید، کشورهای وام گیرنده هم خب معمولا کشورهای مثلا بانک توسعه اسلامی در جده به بورکینافاسو که کشور فقیری است هیچ اشکالی هم نداره و ایران هر دو وام داده، تقاضا کرده. دلیل نمیشه چون همه عضو هستن وقتی که بله میتونن هم وام بگیرن، حقشون هست، ولی یه تعریف دیگه هم داره. بفرمایید شما که همین ایران الان از نظر نفتی در کجای بازار جهانی نفت، ایرانی که زمانی از رهبران اوپک بود. بفرمایید. ببینید هیچ شکی نیست که در شرایط تحریم اقتصادی ایران وضع بسیار بدی داشته، مخصوصا حالا که این مسئله کرونا هم باعث شده که تقاضا برای خرید نفت در سراسر دنیا حدود مثلا 30% کاهش پیدا کنه. بنابراین مشکل ایران مشکل دوبلی هست و این مشکل حالا اساسش چیه؟ اون داستان دیگری است که اون مسئله سیاسی یا سیاست‌های خارجی مثلا ایران یا آمریکا و غیره. بنابراین مشکل ایران مسلما تشدید میشه و این ناشی از این نیست که مثلا ارزش واقعی نفت از بین رفته باشه. ایران مثلا درسته که برای بودجه سال مثلا جاری روی درآمد نفت حساب میکرده، فرض کنید حتی بشکی 60 دلار فکر میکرده میکرده که فرض کنید با 2 میلیون بشکه در روز صادرات بتونه درآمد نفتی داشته باشه که بتونه بودجهشو تامین کنه، که این تحقق پیدا نخواهد کرد، مخصوصا اینکه اون تحریم ها هست که جلو این کار میگیره. مقدار کمی صادر خواهد شد از کانال های دیگه و درآمدی هم ایجاد میشه، ولی اصل قضیه بلوکه بودن در واقع دارایی های دلاری ایران هست در سطح جهانی و این مشکل حالا با این جریان کرونا این مشکل تشدید میشه و هیچ اثری در واقع روی وضعیت قبلی نداره مگر اینکه کمی بدتر بشه. آقای رشیدی شما رقم دقیقی رو دارید که دارایی های بلوکه شده ایران چقدر؟ خب البته بخش بزرگی از اینا رو دولت اوباما به حکومت ایران تحویل داد، ولی آنچه که هست چقدر هست؟ اطلاعی هست؟ نه اطلاعی دقیقی نیست، به دلیل اینکه در جاهای مختلف ممکنه ایران دارایی های دلاری داشته باشه که ناشی از فروش نفته، ولی اون چه که مهمه مسدود بودن نقل و انتقال این دارایی هاست. اون هم باز برمیگرده به مکانیزمی که ایالات متحده آمریکا از 1944 که دلار رو به عنوان یه واحد حساب بین المللی و پول بین المللی به دنیا قبولاند به جای مثلا لیره و ارزهای دیگه، این از اون موقع آمریکا بر این مکانیزم نقل و انتقالات بین المللی مسلط بوده و فدرال رزرو آمریکاست که در واقع تحویل حتی دلار رو، اسکناس رو مثلا به بانک های مرکزی کشورهای دیگه که متعلق به خودشون هستن این رو هم تحت کنترل داره. بنابراین مسئله ایران 100% مسئله سیاسیه و اون ربط داره به رابطه با آمریکا و تفاهم با آمریکا. به هر حال مسئله سیاسی که اشاره میکنین، مسئله سیاسی که با آمریکا هست، همه بینندگان در جریان هستن که با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی شروع شد. بله. با حمایت هست. بله. الا چون باید به این موضوع حتما اشاره کنم. بله. تروریسم، حمایت از گروه‌های تروریستی، عملیات تروریستی علیه سربازان آمریکایی فرانسوی در لبنان، بعدن در خبر عربستان و بعد حتی کمک کردن به تروریست های 11 سپتامبر که میبینیم سرمنشأ این مشکل در خود حکومت ایران بود. به هر حال آقای صبحانی، این نکته رو که راجع به دلار در بازار گفتم که
کشورهای دیگه چون مشکلی دارن، کشورهای نفتخیز در منطقه ندارن. و اجازه بفرمایید آقای سوپانی است. آقای سوپانی، معاملات نفتی بین کشورهای نفتی و آمریکا و جاهای دیگه، آیا به خاطر اینکه دلار به قول اقتصاددانان حرف اول یا آخر رو میزنه در این بازار مشکلی هست؟ چه هست؟ آقای چالنگی، متاسفانه وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که از روزی که ویروس خمینی به ایران آمد، ایران سیر قهقرایی رو طی کرده، هم در صنعت نفت هم در صنعت گاز. ما همیشه توجهمون به نفت است، ولی باید در نظر داشته باشیم که ایران دارای دومین ذخایر بزرگ دنیاست و میتونست امروز یکی از بزرگترین صادرکننده های گاز باشه. همسایه های ایران که با همین آمریکا رابطه دارن، با دلار معامله میکنن، تونستن به طور مثال آذربایجان 60 بیلیون دلار جلب بکنه سرمایه از سال 1994. در نظر داشته باشین آذربایجان کشوری است که تازه استقلال خودشو پیدا کرد سال 91، اما دست دوستی دراز کرد و با این دست دوستی امروز تونسته نفت خودش رو صادر بکنه و چون کیفیت نفتش خوبه میاد بعضی از این بشکه ها میاد به تصفیه خونه هایی که در آمریکا در فیلادلفیا هست. در جنوب ایران آقای چالنگی، قطر با دست دوستی با آمریکا تونسته یکی از بزرگترین صادرکننده های گاز در دنیا باشه و خب این نشون دهنده این است که از وقتی که ویروس خمینی، یعنی ویروس جهل، ویروس نادانی، ویروس فساد، ویروس خرافات وقتی وارد ایران شد، دودش رفت به چشم ملت ایران. من فقط آخرین رقم رو به شما بدم، اگر ویروس خمینی وارد ایران نمی‌شد و این مسئله به وجود نمی‌آمد و ایران اون 5 میلیون بشکه‌ای که قبلا صادر می‌کرد، امروز همون 5 میلیون می‌بود، نمیگم بره میرفت بالا، همون 5 میلیون می‌بود و نمیگم که قیمت نفتم 100 دلار. اگر فقط معادل 50 دلار هم بگیریم، امروز بعد از 40 سال ایران باید درآمدش می بود 3.65 تریلیون دلار. آقای چالنگی، اشاره می کنم 3.65 تریلیون دلار. این ضرری است که ویروس خمینی به ملت ایران زده. هیچ ربطی به آمریکا نداره، هیچ ربطی به فرانسه نداره، هیچ ربطی به انگلیس نداره. این صرفاً دلیلش ویروس خمینی است. بله. یعنی البته اینی که می‌فرمایید قطر یا جمهوری آذربایجان دوستی فقط با آمریکا نیست، ما همه جای جهان روابط دوستانه دارن. حالا مسئله مثلا بین قطر و عربستان هست، اون یه مسئله قدیمی بوده و هست و اینا. و در این شرایط هست جناب رشیدی عزیز، بفرمایید که این پایین اومدن قیمت نفت، حالا با این نرخی که قیمت رو بسته بودن بالای 150 دلار هم بوده قیمت نفت و آنچنان تحریم های گسترده و وسیع هم نبوده، ولی چه گلی در اون زمان زدن به سر مردم ایران و الان با این وضعیتی که الان پیش اومده شما چه پیش بینی میکنید؟ ببینید، این مطالبی که گفته شد، مخلوط کردن چندین موضوع با همه که آیا مثلا 40 سال قبل چه اتفاقی افتاد، اگر نمیشد چه میشد، و اینکه چرا اونطوری شد و چه کسانی مسئول بودند و نقش داشتند، اینها داستانهایی است که بسیار مفصله و بسیار دقیقه و کاملا هم امروز روشنه. ولی اگه الان شما میخواید درباره بازار نفت صحبت کنید و وضعیت کشورها، باید متمرکز بشید روی عرضه و تقاضا، این که بله. چه عاملی باعث شده که ما در این وضع قرار بگیریم و اونم مربوط است به کرونا. بنابراین الان اجازه بفرمایید ببخشید، چون شما یک مقدمه ای رو گفتیم، بر اساس اون یه نتیجه میگیرید. اون چی که آقای سوپانی اشاره کردن
توضیح بسیار روشن این موضوع بود که ایران قبل از انقلاب 5 میلیون بشکه نفت صادر میکرد. اگر همچنان وضعیت پیدا میکرد تا امروز 5 میلیون صادر میکرد، درآمد اینقدر بود. این حرف بسیار قابل روشن هست و بسیار هم درست. الان شما دارید میرسید به جایی که اجازه بفرمایید الان شما دارید این موضوع رو مطرح میکنید که وضعیت کنونی ناشی از کروناست. چنینه واقعا یا اینکه عملکرد حکومت نداشت؟ توجه بفرمایید، ما یه وضعیت نامطلوبی رو داشتیم فرض کنید پارسال، که اون وضع از اون 5 میلیون بشکه رسیده بود به 2 میلیون بشکه، 2 میلیون هم 1.250 تنزل پیدا کرده بود و این پولی هم که به دست می آمد نمیتونستیم ازش استفاده بکنیم، که این موضوع سیاسی و در رابطه با سیاست ایران نسبت به آمریکا یا آمریکا نسبت به ایران. ولی اون چیزی که اضافه شده که تقاضا برای همون 2.250 رو هم به خطر انداخته مربوط به این بیماری به حساب کروناست و این موضوع وضعیت بدی رو که ما داشتیم در واقع بدتر میکنه. و این چرا حلی الان داره درباره این میشه مثلا صحبت کرد، ولی چون در کوتاه مدت راه حلی نداره، تا یک سال حتی یک سال نیم دیگه در واقع محدودی بودن درآمدهای دلاری که به کاهش به حساب واردات و مخصوصا کالاهای ضروری منجر میشه، وضع عمومی مردم رو مسلما بدتر میکنه. این ربط داره به این وضعیت فعلی. ولی این که مثلا آذربایجان چیکار کرده یا قطر چیکار داره میکنه، اینها یه واقعیت هایی است که کل ساختار اقتصادی جامعه ایران رو در واقع تحت تاثیر قرار داده و ما وضع بسیار نامساعدی داریم از نظر قدرت اقتصادیمون در سطح جهانی. اگر یک زمانی مثلا میتونستیم یکی از 20 کشور در واقع اقتصاد برتر جهان رو داشته باشیم، امروز در حد 40 تا 45 هستیم و این قابل بررسی از دید عواملی که از نظر سیاسی و اقتصادی روی ما اثر گذاشته و ملت ایران رو از نظر فرض کنید سطح درآمد سرانه اگر در نظر بگیریم به وضع شاید 1350 برگردونده. اینها مسائل خوب سیاسی است که جداگانه قابل بحثه، ولی امروز همونطوری که عرض کردم همون درآمد محدود هم مواجه با سقوط و کاهش پیدا خواهد شد. بعد البته در این وضعیت سیاسی که اشاره می‌کردند آقای رشیدی، قطعا نقش حکومت ها مؤثرترین عملکرد حکومت ها و از جمله حکومت برآمده از انقلاب. بعد از 41 سال ایران به وضعیتی رسیده که خیر از نظر اقتصادی خیلی ها معتقد هستن که به وضعیت وخیمی رسیده. دلار 7 تومن رو تحویل گرفته، به حدود 15,000 تومن رسانده. اما آقای صبحانی، صحبت این بود که توافقهای نفتی وجود داره یا در حال به وجود اومدن هست، مراحل بالاتری بین آمریکا، روسیه و عربستان. حتی صحبت این بود که برای بینندگان من میگم که عربستان از اوپک به مرور خارج بشه. اینها چه سمت و سویی داره؟ این توافقها اگه به سرانجامی برسه چه اثری روی کشورهای مثل ایران خواهد؟ شکی نیست که عربستان چون بزرگترین صادر کننده نفت دنیا هست و مایل است که بازارهای خودش رو حفظ بکنه، از هر کاری دست خواهد زد که بتونه حفظ بکنه سهم خودش رو در بازار. و به همین دلیل هم هست که همین الان که ما داریم صحبت میکنیم آقای چالنگی، حدود 7 الا 8 میلیون بشکه در روز کشتیایی داره وارد مرزهای آمریکا میشه، مرزهای جنوبی آمریکا، تکساس، که نفت عربستان رو که روی دریاها ذخیره شده بود بیارن و تصفیه بکنن.
این نشون دهنده این است که عربستان مصمم هست که از بازار خودش حفظ بکنه. اما اون کاری که عربستان الان در حال حاضر میکنه که شاید آینده ایران هم باید در این راه باشه، سرمایه گذاری در روز بعد از نفت است. یعنی عربستان هم به این نتیجه رسیده که بعد از مسئله کرونا دنیای متفاوتی خواهد بود، نفت اهمیتش کم خواهد شد. 69% نفت در حمل و نقل، در صنعت حمل و نقل استفاده میشه و اصلا تمام این مسئله حمل و نقل در دنیا عوض خواهد شد و به همین دلیل ما میبینیم که عربستان الان داره پایه های دنیای بعد از کرونا رو میریزه، همونطور بقیه کشورهای صادر کننده. این شاید کاریست که الان باید ایران انجام بده برای اینکه دنیایی که بعد از کرونا ما باهاش مواجه خواهیم شد دنیایی بسیار متفاوت. شما چه پیشنهادی دارید؟ یعنی چه راهی میشه رفت برای اقتصاد بعد از کرونا که به سود مردم باشه؟ قطعا از این حکومت چون این توقعی نمیشه رفت، ولی شما به عنوان یک کارشناس چه طرح، چه پیشنهادی دارید؟ ببینید آقای چالنگی، من فکر میکنم مردم ایران که برنامه شما، برنامه های دیگر رو نگاه میکنن، واقف هستن که بیچاره ها، بدبختی هایی که هست. اما کاری که میشه کرد، یک چند تا نمونش، ایران دارای بزرگترین ذخایر گاز دنیاست، میتونه بیاد قراردادی نوشته بشه با کشورهای وارد کننده مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل آلمان، که در اون قرارداد بتونه جایی باز بکنه برای گاز خودش در بازار اروپا. اما در داخل ایران میتونه از این گاز استفاده بکنه برای تولید به حساب موادی که لازم هست برای بازفروش، مثلا درست کردن یک کارخونه در سیستان و بلوچستان، برای به طور مثال تولید ماشین. فردا بعد از کرونا ماشین‌های الکتریکی یکی از بزرگترین خواسته‌های دنیا خواهد بود. خب اینو میتونه ایران پیشنهاد بکنه، ایران میتونه پیش قدم باشه. ایران ذخایر فراوان گاز داره، میتونه بزرگترین صادرکننده ماشین الکتریکی به دنیا باشه. یک، دنیا. دوم، ایران میتونه از خلاقیتی که در ملت ایران وجود داره استفاده بکنه و بزرگترین تولید کننده این پنل‌های خورشیدی برای فروش این منابع پنل‌های خورشیدی برای تولید نیروی خورشیدی به تمام دنیا باشه. این فقط دو مثالی است که من میتونم بزنم. سوم، چین که امروز مورد حمله و انتقاد هست، 85% اسباب بازی های دنیا رو تولید میکنه آقای چالنگی، 85%. خب ایران میتونه بیاد و این بازار رو به دست بگیره، بازاری که در سال بالای 35 بیلیون دلار هست. یعنی حداقل سهم بزرگی در این بازار به خاطر منابعی که داره. بفرمایید آقای رشیدی، شما فکر میکنید برای اقتصاد بعد از کرونا یک کشور مثل ایران چه میتونه بکنه؟ ببینید، با عرض معذرت، این بحثی که در جریانه و مطالبی گفته میشه مثل همون داستان اون کسیست که یه کاسه ماست داشت را در دریا قاشق قاشق میریخت و ازش پرسیدن چیکار میکنی، گفت دارم دوغ درست میکنم. خب آقا این که دوغ نمیشه. گفت خب اگر بشه میدونی چقدر خوب میشه. این کارها و سیاستهای دراز مدت برای ایران که چه سیاست صنعتی باید در پیش بگیره، فرع بر این است که اصلا ساختار حکومت و نظام اقتصادی و مخصوصا مثلا بخش خصوصی در وضعیتی باشه که بتونه
به حساب جدول ضرب اقتصادیش درست باشه که ببینه آقا مثلا ارزش افزوده کدوم رشته بهتره یا امکان صادرات چی بیشتره و و اینا همه مطالعه شده هست و شاید هم در چند ماه آینده برای آینده اقتصاد ایران خب طرحهایی ارائه بشه، ولی در وضعیت بله آقای فعلی همونطوری که میفرمایید اجازه بفرمایید ببینید این مثالی که شما زدید در جای خودش حتما مناسب است. ببینید بس بر سر همینه، بس بر سر همینه که به هر حال برنامه ریزی هست برای آینده. شما یک کارشناس اقتصادی هستید، آقای صبحانی هم کارشناس نفت و امور بین الملل، قطعا با این حکومت در آغاز هم اشاره شد چون این توقعی نمیشه رفت، ولی شما به عنوان یک کارشناس قطعا با این حکومت نمیشه هیچ تر این 41 سال کاملا نشون داده شده. بنابراین یک آرزوی محال نیست، یک طرح برای ایرانی که میتونه بالقوه این کارا رو انجام بده. بفرمایید. آرزوی خوبه و مطلوبه و حتما هم در دراز مدت ما باید به این طرف بریم، ولی الان ما گرفتار وضعیتی هستیم که از نفس کشیدن اقتصادی روزمره هم در واقع محرومیم و این وضعیت با این وضع کرونا هم بدتر میشه. این اون داستان امروز ماست، ولی مسلما قطر چه میکنه، آذربایجان چیکار کرده، ولی وقتی شما تضاد سیاسی دارید با آمریکا که اجازه نمیده یک قطره گاز ایران حتی از کانال مثلا آذربایجان اینا به طرف اروپا بره، خط لوری ایجاد بشه و و ما امکاناتمون هزاره ولی عملکردمون در شرایط فعلی ده هم نیست. بنابراین فکر برای این ده رو باید روش ما فکر کنیم و ببینیم چجوری میتونیم اینو بهتر بکنیم و راهش هم در واقع بهبود رابطه هست با آمریکا و اروپا. یعنی میفرمایید که اولین کار باید این حکومت رو برداشت، منظور این هست؟ یعنی با این نه نمیگم حکومت رو برداشت، ولی با این حکومت اولین کار که باید، حالا اون نظر شماست، ولی چه که مسلمه ما باید مسئله مونو، یعنی حکومت ایران باید مسئله شو با آمریکا حل کنه و این تنها راهی است که ما بتونیم یک قدم به جلو برداریم. مثلا شما میخواید پنل های خورشیدی درست کنید، خب این قطعات و مواد اولیه که برای این کار لازم دارید از کجا باید بیاد؟ آقای صبحانی اگر ما بخوایم نگاه کنیم به وضعیت ایران، به هر حال ایران وضعیت یک کشور نفتخیزه، در واقع از نظر اقتصادی تعریف میشه به عنوان یک کشور تک محصولی، ولی ما میبینیم ایران صحبت استقلال میکرد که مفهوم روشنی از استقلال نبود. ما مستعمره جایی نبودیم که استقلال داشته باشیم، طلب استقلال بکنیم. جمهوری اسلامی هم که امر نامعلومی بود چیست، آزادی هم مفهوم مشترکی بین فدایان اسلام و شریک فدای خلق و مجاهدین و جبهه ملی و حزب توده مفهوم مشترکی از آزادی نداشتن، آزادی استقلال جمهوری اسلامی. اما الان ما میبینیم که اقتصاد ایران وابسته شده به دو تا تلمبه بیشتر زدن کشورهای دیگه نفتیز، مثل عربستان، مثل بقیه، کویت و بقیه. این رو چطور شما نگاه میکنید، تعریف میکنید و میبینید تا چه اندازه الان اقتصاد ایران در دست کشورهای نفتخیز دیگه است؟ خب آقای چالنگی، همونطور که اشاره کردم به دلیل اینکه این ویروس خمینی در عرض 40 سال اجازه نداده ایران در صنایع دیگه سرمایه گذاری بکنه، علل خصوص گاز، ببینین روسیه با زیرکی کامل تونسته بازارهای گاز اروپا رو به دست بگیره در عرض این 30 سال گذشته، اما ایران موفق نشده. من موافق نیستم با صحبت آقای رشیدی. من به شما قول میدم و قول شرف میدم که اگر فردا این آقایون برن به یه مسافرت دراز مدت به کره شمالی و بذارن مردم با غیرت، با هوش و زرنگ ایران
بیان سر کار، من به شما قول شرف میدم اقتصاد ایران و سفره مردم ایران در عرض یک سال پر بشه. چرا؟ چون ما بلدیم این کار رو بکنیم. وقتی که آقای رشیدی ویروس کرونا شروع شد، من با یکی از تلویزیون ها صحبت میکردم، گفتم من قول شرف میدم که مطمئنم یک ایرانی یک راهچای پیدا خواهد کرد. خدا شاهده در عرض 10 روز یک متخصص در سوئد تونست و یک متخصص در کانادا. من شاهد این بودم خودم شخصا در آذربایجان و قطر، وقتی که این دو کشور دست دوستی با اروپا و آمریکا دراز کردن، اقتصادشون در عرض یک سال، نه 10 سال آقای رشیدی، در عرض یک سال تونست رشد پیدا بکنه. امروز آذربایجان که گفتم کشوری فقط استقلالش رو از 91 به این طرف به دست آورده، خط فقرش رسیده به 5%. ایران خط فقرش 40%. اگر فردا بنده یا جنابالی آقای چالنگی بشین رئیس کل این مملکت ایران به جای آقای خامنه‌ای بی سواد، من به شما قول میدم تمام بانک‌های آمریکایی پشت سر در شما وای میستن که با شما قرارداد امضا بکنن، بانک‌ها وای میستن بیان با شما قرارداد امضا بکنن. تو همین مسئله بی پولی کرونا آقای رشیدی، دولت قطر اوراق قرضه ارائه داده، 10 بیلیون دلار تونسته پول جمع بکنه. من موافق هستم با شما که شاید این بعضی از اینها دراز مدته، ولی پایش رو میشه امروز گذاشت و سفره مردم رو میشه امروز پر کرد. این صحبت 10 سال نیست، صحبت امساله. ولی مستلزم این هست که یکی وطن پرست، یکی که وارد باشه، یکی که بهانه نیاره بیاد سر کار. آقای رشیدی، سفره مردم رو چطور میشه پر کرد؟ شما به عنوان یک عضو جبهه ملی، یک شخص سیاسی و اقتصاددان، چه برنامه، چه راهی؟ اشاره کردیم با این وضعیت امکان پذیر نیست، ولی با چه راهی؟ جناب چالنگی، بنده با کل اون چه که برای آینده پیشنهاد میشه و چه میشه کرد موافقم، 100% اینطوری خواهد بود. و حالا ایرانی ها جهل کردن یا درست کردن، گفتن که از پیغمبر پرسیدن که راجع به موضوعی گفت، اگر مسئله‌ای باشه و راه حلی باشه، ایرانی ها اگر در ستارگان هم باشه اون رو کشف میکنن، پیدا میکنن. ولی در مورد اینکه ایران از نظر مغزی، فکری، انسانی و حتی خصائص روحی و روانی چه شرایطی داره، هیچ شکی نکنید و مسلما درسته و مسلما هم همه این کارها خواهد شد. و ولی در وضعیتی که ما الان هستیم که یه بنبست در واقع سیاسی هست و این بنبست سیاسی رو باید بتونیم حل کنیم، بعد اون وقت چه می شود کرد رو 100 جور راه حل وجود داره. و همینطوری که گفته شد، بانک ها صف می کشیدند و صف خواهند کشید که به ایران مثلا وام بدن. اینا مسئله دراز مدته و هیچ 100% هم تحقق پیدا خواهد کرد. اما مشکل امروز مردم ایران که مسئله معیشت هست و مسئله تأمین غذا در شرایطی است که تولید نیست، اشتغال نیست و همینطور روابط بین المللی محدوده، حتی مواد اولیه بهداشتی و درمانی کمبود داره، این رو باید براش راه حل پیدا کرد. و این به هیچ وجه در باز نخواهد شد مگر اینکه راه حل سیاسی برای رابطه ایران با آمریکا پیدا بشه. چون اروپا، ژاپن، چین و و و میتونن کمکی بکنن، ولی این کمک ها مارجیناله و محدوده. بنابراین من هیچ مسئله ای با راه حل های دراز مدتی که ارائه میشه ندارم و مسلما اونها وجود داره و حتی طرحهایی که مثلا تهیه شده
که ما بتونیم از تمام ایرانی های خارج در سراسر دنیا کمک بگیریم برای حل مسائل داخل. ما بیش از 60 موضوع الان وجود داره که این موضوعات باید با برنامه هایی که براش ریخته میشه ما راه حل داشته باشیم که اگر مسئله سیاسی ایران حل بشه همه اینها بلافاصله قابل ارائه و اجرا خواهد بود. بنابراین مشکل کرونا یه مسئله حساب حادی هست که حتی از همین کرونا ما میتونیم راه حل هایی که اینجا داره اجرا میشه از اینا استفاده بکنیم که اولین و مهمترینشون علم محور بودن جامعه هست. یعنی درس هایی که کرونا داده صرف نظر از اینکه روی مثلا حمل و نقل اثر گذاشته و و و تو اون بحث جداگانه است، ولی اصلش اینه که آقا راه حل علم و خردگرایی جامعه هست که اون اگر پای قرار بگیره شما میفهمید که میتونید بفهمید که آقا اگر مثلا دیستانسینگ رو رعایت نکنیم چند درصد فرض کنید شیوع پیدا میکنه. این داستان علمی خلاصه. سپاس بسیار داریم از شما. مطمئن هستم که شما مراعات خواهید کرد مثل همه اهالی نیویورک، امیدوارم مراعات کنن این فاصله ها رو برای جلوگیری از شیوع بیشتر این کرونا. بنبست سیاسی که ایران در اون گرفتار هست، پس از اون هست که ایران میتونه به یک شکوفایی برسه، همونطور که آقای سبحانی هم اشاره کردن. آقای سبحانی عزیز، با سپاس از شما و امیدواریم به زودی ترجمه مطلب شما به زبان فارسی در رسانه‌های فارسی زبان هم منتشر بشه. مطلب آقای سبحانی امروز در واشنگتن تایمز. با سپاس از شما آقای سبحانی. متشکر هستم. درود به شما و ممنون آقای رشیدی و به امید دیدار. به امید دیدار و سپاس دوباره از شما جناب رشیدی گرامی و به امید دیدار در شماره‌های آینده و اینکه در نیویورک و هر کجا پس از آن هستید ایران تندرست باشید و همه بینندگان عزیز ما نیز در هر کجا که هستند. در برابر علم البته خرافات نیز هست، حرم لیسی گرفته و تلاش بسیار گسترده‌ای که در ایران در جریان برای بازگشایی حرم مشهد و همینطور حرم در قم و همینطور بازگشایی مساجد بزرگ برای ایام رمضان، موضوعی که باید مورد توجه بگیره حتی در خواستگاه اسلام. عربستان سعودی، مکه و مدینه، حرم مکه تعطیل شده مدت‌ها و در ایام رمضان هم تعطیل خواهد بود، یعنی زائرانی پذیرفته نخواهند شد. در عربستان در ماه رمضان بسیاری از کشورهایی که اکثریت مردمش مسلمان هستند زائرانی از این کشورها اعزام می‌شدند می‌رفتند به عربستان، اما امسال درها رو بستند. در ایران تنها کشوری است با اکثریت مردمان مسلمان که اصرار بر این هست، بر حرم لیسی هست و بقیه ماجراها یا مراسم و سنت‌های مذهبی. امری غم‌انگیز در ایام غم‌انگیز کرونا. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بینندگان عزیز، چند خبر دیگه داریم برای شما عزیزان. علاوه بر تلاشی که در جهت باز کردن در حرم های امام رضا در مشهد و حرم معصومه قم داره انجام میشه، راههایی برای درآمدهای بیشتر متولیان امامزاده ها نیست. به هر حال در کنار این خبر رو هم داریم که آقای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان آمده و گفته ما، یعنی آلمان و فرانسه و انگلستان، هیچ مخالفتی با وام صندوق بین المللی پول به ایران نداریم، موضوعی که در طول برنامه به اون اشاره کردیم. ایران دست
گدایی، در واقع جمهوری اسلامی، حکومتی که از انقلاب بیرون اومد، برآمده از انقلاب و حاکم شده بر سرنوشت ایران، ایران رو به جایی رسونده که 5 میلیارد دلار موضوع اصلی شده، نیازمند شده به 5 میلیارد دلار برای کرونا. همه قضایا در ایران پس از انقلاب با پول حل میشه. اون خبرنگار ژاپنی نوشته بود که در ایران همه چیز با پول، حتی زیارت رفتن هم پول لازم هست، برای اینکه با خداوند درد دل میکنی، دعایی میکنی، برای پذیرفتنش پول لازم هست، در حرمی ذریحی جایی پولی بریزی. میگفت در ایران چنین. به هر حال باز همین سوال همیشگی برخی از کسان در تهران هم این سوال مطرح کردن، 5 میلیارد دلار که هیچ، بالای 100 میلیارد دلار در اختیار آیت الله خامنه ای هست، میلیاردها دلار در اختیار بنیاد مستضعفین هست، در اختیار سپاه پاسداران هست، در اختیار تولیت خود امام هشتم شیعیان هست و بقیه جاها، و این منت اتحادیه یا این سه کشور اروپا، فرانسه، انگلستان و آلمان، که تاتی تاتی اینا رو همچنان تر خشک میکنن، حکومت ایران رو به نحوی، و اینها این منت رو هم پیش قدم شدن بر ملایان حاکم در ایران بگذارن که ما داریم درست میکنیم، صندوق جهانی 5 میلیارد به شما بده. بالای 100 میلیارد دلار در زمان اوباما دریافت شد پول نقد. به کجا رسید؟ 11 میلیاردش خرج خرید مستقلات در همین سه کشور و کانادا شد. به هر حال از نروژ هم تقاضا کردن، شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس حسن روحانی گفته که ما آماده ایم از همین امروز به اصطلاح بسته های کرونا رو برای معالجه کرونا، به اصطلاح تست گرفتن رو بفرستیم به کشورهای دیگه، صادر کنیم. و مدیریت ما چنین بوده چنان بوده، ولی باز دست تکدی به سوی نروژ دراز کردن، برای کمک خواستن، نامه نوشتن، کلی بد و ایران به آمریکا گفتن در نامه، و گفتن که جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که بعد از چین و ایتالیا به شدت دچار کرونا شده، و اینکه جمعیت ایران در برابر یک تراژدی و فاجعه انسانی به هر حال بی پناه و بی دفاع هست. ولی نروژ جواب داده ببخشید، ما ماسک و دستگاه تصفیه هوا برای ارسال به ایران نداریم. در حال چنین است. نروژ جواب خیلی روشنی داره. این پول های نقدی که هست میتونید بردارید و در جاهای دیگه خریداری کنید به راحتی. سفارتخونه ها میتونن بخرن، سفارتخونه های فقیه در کشورهای مختلف، مدت این کار حمایت از تروریسم و کارهای دیگه شون کنار بگذارن و از آشوب آفرینی و فتنه انگیزی و بپردازن به چنین کارهای. پول ها هم میشه با کیسه برد، مگه تا به حال این کار رو نکردن؟ برسون به اونها و برن بخرن، بفرستن به همه این کارا. حتی به لازم شد به 10 برابر قیمت هم پولش زیر نگین آیت الله خامنه ای و بقیه هست. اما حکایت اینجاست که حتی شماری از مدیران پیشین وزارت بهداشت اومدن و نامه ای نوشتن درباره فساد و رانت‌های واردات و تولیدات دارو در ایران. بله، آمدن نوشتن بخشی از این فساد ناشی از تعارض منافع رانت‌ها و مجوزهایی است که برای افراد و نهادهای خاص به قیمت در خطر قرار دادن جان و سلامت مردم ثروت‌های کلان تولید می‌کنند. مدیران پیشین وزارت بهداشت هستند. مهمترین بلیه‌های آسیب رسان در ساختار بهداشت و درمان کشور این فساده. بله، میگه مهمترین عواملی که فساد رو هم به اصطلاح شکل داده، نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو و بقیه مسائلی از این قبیل هست. در خود وزارت بهداشت چون این فسادی هست، و بعد به طرف نروژ دست تکدی دراز کردن و مظلوم نمایی، و در این حال رجزخانی تو هم با مظلوم نمایی، هر دو با هم هست. در حال
من طلب 5 میلیارد دلار از بانک جهانی کردن. برحال این خبرها رو نزدیک هم قرار بدید. در یک منظر وضعیت اقتصادی که حکومت فقیه ایران رو با اون دوچار کرده، هیچ کس بهتر از شما عزیزان در جریان نیست. اما کاری که طی این 41 سال، حتی در این ایام کرونا متوقف نشده، این بگیر و ببند هاست. تنها کاری که این حکومت انجام داده، کارهای اطلاعاتی، بگیر و ببند، شکنجه، اعدام و آزار و آسیب رسانی به ایرانیان هست. مجموع کارهایی که در عمل فقط این شعار نیست، حکومت‌های اشغالگر در زمان قدیم می‌کردن بیشتر. در حال حاضر امکان نداره، برای اینکه زیر نظر و نظارت به هر حال بین المللی هستن، به راحتی خیلی کارها رو نمیتونن بکنن. ایرانیان الان در چنین شرایطی وقتی رفتن تا به تابعیت کشور دیگه رو پیدا کردن، انگاری کسی رو مدافعی پیدا کردن، اهمیت پیدا میکنن، ولی به عنوان خود شهروند ایرانی در کشورشون اهمیت چندانی ندارن، اصلا ندارن. حالا از این موضوع نمیگذریم البته که دو تابعیتی ها وسیله شدن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به عنوان گروگان از اونها استفاده میشه. اما مدافعانی در سطح ریاست جمهوری کشورها دارن، مثل فرانسه، مثل انگلستان، نخست وزیری و بقیه، و همین آمریکا که از اونها دفاع کنن. ولی از آتنا دائمی و بقیه خیر. این کارها رو، همون کارهاییست که گفتم، اشغالگران در مواردی نمیتونن بکنن. بگیر و ببندها گفتم ادامه پیدا کرده. 5 فعال دانشجویی هر یک به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدن. چرا؟ جرمشون این بوده که زندگی بهتری میخواستن، از حقوق انسانی و شهروندی خودشون خواستار چنین حقوقی بوده و هستن، نه تنها برای خودشون، برای بقیه هموطنانشون. و این تبلیغ علیه نظام هست. به یک معنی همین هست، چون این نظام اهل چنین حقوقی، حقوق دادنی نیست. این نظام اساسا آمده و انجام داده تا به حال 41 سال پایمال کردن حقوق مردم هست. بنابراین وقتی حقوق شهروندی رو طلب میکنین، یک تبلیغ، یک خواسته از یک نظامی که ضد این موضوع هست. خانم پروانه سلحشوری هم از نمایندگان پیشین مجلس آمده و گفته باید مشخص شود که نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان که اسمشان برای مستضعفان است، کاری برای این قشر انجام میدهند یا خیر. جواب خیلی روشن خانم سلحشوری که خیر. خیر. 41 ساله باید روشن کرده باشه که خیر. برای یک عده مستضعف به خصوص، بله، کاخهایی در لواسان و جاهای دیگه ساخته شده. و اعدام ها همچنان ادامه داره. یک زندانی در سنندج به اتهام قتل اعدام شد. امیدواریم روزی مسئله اعدام در ایران حل بشه و این مجازات لغو. به پایان برنامه رسیدیم. سپاس از شما عزیزان که همراه ما بودید تا این لحظه. با نشانی هایی که میبینید میتونید با ما در تماس باشید. نشانی توییتر من رو میبینید، توییتر شخصی من، با ما در تماس باشید. خبری، گزارشی، هر چی که هست برای ما بفرستید. حتما به اسم خودتون اگر مایل باشید، حتما اسمتون برده بشه، بازتاب داده خواهد شد. فردا با اخبار ویژه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوشاران دنا، دراک، الوند، کوزاگرس، تفتان، بینالود، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.